تو این ویدیو قرار یاد بگیریم که چطور در زبان عربی حس به وجد اومدن و شگفت زده شدن خودمون رو بیان بکنیم. سلام علیکم، عساکم خیر انشاءالله. توی زبان عربی یک کلمه وجود داره که اگر اون کلمه رو با حس و توی جایگاه خودش ازش استفاده بکنیم میتونه نشون دهنده‌ای به وجد اومدن ما و هیجان زده شدن ما نسبت به یک موضوع باشه. اما اگر همین کلمه رو در حالت عادی استفاده بکنیم معنی معمول خودش رو میگیره. الله الله شنوهای الله الله شنوهای الله اسم مبارک پروردگار. اگر ما در حالت عادی این کلمه رو استفاده بکنیم خب اسم پروردگار رو بردیم، الله. اما اگر همین رو تو جایگاه خاص خودش و با احساس بخوایم بیانش بکنیم میتونه همون معنی به وجد اومدن و هیجان زده شدن رو داشته باشه. الله الله تسلم ایدی چومه، یعنی اینجا از اون یک غذایی درست شده، من میگم الله خیلی از این غذا شگفت زده شدم. تسلم ایدی چومه، دست درد نکنه مادر. یا الله تسلم ایدی خالتی، الله تسلم ایدت خالتی. این نکته هم دقت کنید که این کلمه الزامی نداره که به همراهش جمله دیگه ای بیاد، یعنی ما میتونیم کاملا این کلمه رو تنها استفادهش بکنیم، اما وقتی میخوایم تنها استفادهش بکنیم حتما این دقت رو داشته باشیم که اون احساس به وجد اومدنه، اون احساس هیجان زده شدنه توش باشه. الله. خب حالا نوبت شماست، این جمله که میگم رو به عربی توی کامنت ها بنویسید. میخوام بگیم که در کنار به وجد اومدن و هیجان زده شدن میخوایم بگیم که چقدر این گله قشنگه، چقدر این گله قشنگه. منتظر کامنتاتون هستیم. موفق و سلامت باشید. خداحافظتون.